آی مهناز انقدر خوشحالم که نگو، دارم از خوشحالی بال در میارم، اصلا نمیدونی چی شد. بس باید تعریف کنم. ببین صبح این جاریم زنگ زد، همین مونای ورپرگه زنگ زد گفتش که میام دنبالت، ببین میخوام آنتو بخرم. من گفتم یه چیز خریده، مطمئن بودم، گفتم یه چیز خریده میخواد اینو بزنه تو چشم من دیگه، میخواد آره بدنو بسوزونه. دقیقاً حدسم درست بود. همین که سوار ماشین شدم دیدم رفته ماشین هفت رنگ کرده، دقیقاً هفت رنگ بود، نمیدونم هایلایت کرده و لولایت کرده و ریلایت کرده بود. آره بابا همشم گفت 3 میلیون تومان پولیشو دارم رفتم بهترین آرایشگاه تهران. من دارم گفتم خار شیر روزگار خار، نه بابا نذاشتم بفهمی که ناراحت شدم، اصلا نمیذارم، اصلا نمیذارم بفهمه چه دلیلی داره. آره بابا بی ببین زنای مردم چه جوری خرج میکنه، همین که خانم مثل من تو ساده نیستن، چه خرجایی میکنن. حالا گوش بده، در ادامش برای اینکه ماشین رنگ کرده به خودش میخواسته جایزه بده بره مانتو بخره، برای خودش کادو بخره. فکر کن چه کاری میکنن زنای مردم. عجب. بله خانم ما ساده ایم. دختر گوش بده، این سلیطه بانو بعدش منو برد توی مانتو فروشی خیلی بزرگ و شیک، دو سه تا مانتوی خیلی گرون انتخاب کرد که بگه پول اصلا برام مهم نیست. آره رفت مانتو ها رو پروف کرد و بعد یک از مانتو ها رو داد بیرون، من بگو یه رنگ دیگه شو بده. بعد فروشنده مانتو رو گرفت رفت رنگ دیگه شو آورد و اینجا بود که قشنگ ترین جمله تاریخو گفت. اصلا بعد حرفش با آب طلا بنویسن، گفت این مانتو رو بدید مادرتو پروف کنه. وای من انقدر خوشحال شدم. ببین در اتاق پروف باز بود جاری میشنید، در عرض چند ثانیه لباساشو پوشید اومد بیرون، تمام مانتوهای فروشنده رو پرت از سرش، گفت جنسات آشغاله. بیچاره فروشنده دهنش باز موند و همینجور داشت نگاه میکرد، کفش برید، گفت این دیوونه کیه. ببین انقدر عصبانی بود هی هم داشت به فروشنده فوش میداد. آره فوش میداد، میگفت این دیوونه ها، این بی کلاس ها، این بی فرهنگ ها. من که دیگه داشتم کیف میکردم، انگار نیام توی المپیادی، توی المپیکی، توی قرعه کشی بنده شدم. من خوشحال دختر، اصلا نمیدونی انقدر ناراحت بود. فکر کن رفت سوار ماشین شد، گفت من کار دارم خودت برو. فکر کن من که خوشحال بودم که دیگه اصلا اینجور چیزا برام مهم نبود، تا برسم به خونه فقط خندیدم، کیف کردم. چه فروشنده با شخصیتی بود بنده خدا. ببینم همه خواست خداست، خدا میخواد، اون میخواست منو بچزونه، خودش چزونده شد سلیطه بانو. البته که میدونی من کلا دوست ندارم کسی ناراحت بشه، ولی دیگه این خواست خداست، قربونت برم. باش که چقدر خوشحالم. واقعا آره عزیزم، آره قربونت برم، آره همیشه هم روزگار نباید خار بشه. هیچی دیگه ببین من به چرا میخوام سر داستان تعریف کنم، تا هر کی که دیدی مونا رو میشناسه براش تعریف کن. البته بگم خب درسته چند سال تفاوت سنی 3-4 سال داریم، ولی خب من خیلی کوچیک‌تر به نظر میام و اونم خیلی بزرگتر. خب راست میگه، انگار جای مادر منه، با اون رنگ موشم یه آهن زنگ زده شده بود. قربونت برم. آره فدات، آره من بیبی فیسم، فدات بشم عزیزم، قربونه. همه سلام بهت، برای همم تعریف کن. فدات، خدا نگهدار.